تو تو صف وایسا، تو صف همه میرسه. خانوم شما بی نوبت نرید تو صف. خانوم با شما بی نوبت نرو تو صف. فردا هم بابا روز خداست، بار بهتری براتون میاریم. شلوغ نکنید، بی خودی شلوغ نکنید. اون تصفی ها وان هستن که بهشون نمیرسه. آره بذار از الان بهتون بگم. شکر آوردم نه اندوونه. آبجی کمتر ببر دیگه، با کمتر ببر به این مرد خودم برسه. چه خبر همه رو داریم میبریم؟ جونو مادراتون هم بیارید بخرید دیگه، جونو مادراتون بیارید بخرید. اگه بخرید فردا افطاری براتون. او تو مردی؟ چیزی فهمودید؟ سلام علیکم. علیکم سلام. احوال شما؟ حالتون خوبه؟ چیزی فهمودی؟ بله فرمودم تو مردی؟ شما چی؟ من اگه مرد نباشم اقلکن نامرد نیستم. من تا دلت بخواد نامردم. فرمایشیه؟ حله ببخش. خدا از شما. بفرمو. بس اون سیویلاتو به ترش بری سو ساعتاش خال. چی؟ فرمودم اون سیویلاتو به ترش بری سو ساعتاش خال. تو مشکل سیویل منه؟ بله. من اگه سیبیلمو فردا بذارم تو از الان میری پیکاره؟ نامرداست اگه نرم. باش من از فردا سیبیلمو میذارم. نه الان بزن. من الان سیبیلمو میذارم، منتها دیگه نبینم تو این محل تو را. باشه تو باش. بزن سیبیلتو، من همین الان میرم. مرد و حرفش من سیبیلمو میذارم. باشه برو بزن. خدایا این عوض مشتری فرستادنته. شکر. چند کیلو بزنم برم؟ سلام علیکم. فروشیه؟ بس برای خیرات سر قبر بابام این همه اندبوری ریختم این پشت. مدلش چیه؟ مدلش ببین من سیما قاطی میذارم دک پوزت پاره میکنم. برو پیکاره. چرا قاطی میکنی؟ خب بگو، یه دفعه بگو اهل معامله نیستم. تازه سیمش هم که قطعه. مگه میخوای سوار سیمش بشی؟ همه چیز رو سیمش، اگه سیم نمیش بشی که صداش در نمیاد. اصلا معلومه چی میخواد؟ اندبونه میخواد، ماشین میخواد، سیم میخواد، چه زهرماری میخواد جان. چی کار کردی؟ بشین بدم به چاک. با خودت چی کار کردی؟ ببین من زمانی که پشت لبم ثبت شد اینا رو نزده بودم، الانم صدی نوت داغم، نمیفهمم دارم چی کار میکنم. اگه سرد بشم تو رو، ماشین تو، بلنگوت و هندونه ها رو با هم میتره کنم. بشین برو. حیفه اون همه سیویل نبود. بشین برو. چش. این وره در ماشین خیلی بهتر میشه. سر عرض نزم. موجه باشی. نمیگیرم ها. موجه باشی. آخه اینم شد کاسبی، اینم شد شغل، اینم شد زندگی. بابا هر کاری که ازش نون حلال در بیاد کاره، شغله، کاسبیه. بگیر علی. تو 2000 تا حالا از این کار درآوردی که من ببینم حلالش چیه، حرومش چیه؟ بابا اول هر کاری همینه. بذار من تو غلطک بیفتم، هنوز که نیفتادم نایید، بعد اون موقع زندگی تو این رون رو میکنم. برو بابا ولم کن، 100 دفعه تا حالا زندگی من از این رو به اون رو کردی. 4 تا النگو داشتم، 2 تا گوشواره داشتم، وردشم دادم بهت، وردش بردی فروختی، با پولش هندونه خریدی که بیای وسط عیاد بذاری بگنده. بابا اون گنده چیز توپولیا، اونو نگره که آخر سر بزنیم به بدن. آره راست میگه. بی خود راست میگه. مامان جون مگه ما حمالیم؟ صبح به صبح اینا رو بعد بزنیم بالا، شب به شب بیاریم پایین. یعنی ما لیاقت نداریم یه دونه هندونه بخوری؟ نرگس حمالی چیه؟ دارین بابا ورزش میکنی؟ بابا مردم کلی پول میدن باشگاه میرن هیکلاشونو میسازن، شما بعد مفتکی دارین هیکلاتونو میسازی؟ همین علی 2 ماه پیش زپرتی بود،
ببین حالا چه هیکلی زده. چی میگی بابا؟ هیکلاشون از بس اینا رو بالا پای کردن قیافمون شده شده. بگیر علی. یه دونه شکر. آخه تو چقدر دست پاچو لفتی؟ به من زرق میرسی؟ من پدر تو در میارم. چی کار داری میکنی؟ به خدا بندی خدا که دست بخوای رو بچه من بلند کنی ساکمو برمیدارم راه میفتم میرم خونه بابام دیگه. خسته شدم دیگه از دست تو. راست میگه بابا. میگید بس من چه غلطی بکنم؟ من تنهایی تمام هندوونا رو بیارم پایین؟ خب نیار پایین. واسه چی میخوای بیاری پایین؟ بس بذارم تو کوچه دوز بیاد یه شبه برداره ببره. آره باور کن اگه زن و بچه دوز بخورن همه هندونا رو ثوابش بیشتره تو اینکه این گوشی بمونه بگنده. اصلا فردا میدونی من چیکار میکنم؟ یه بنا میارم اینجا تمام این ستون رو برداره که بتونم وانت یراس بیارم تو حیات. بابا چرا لقمه رو اینجوری میذاری تو دهنت؟ خب اون تاجشو ببری ماشین راحت میاد تو. من به ترکیب ماشین دست نمیزنم. منم نمیذارم به ترکیب این خونه دست بزنی تو. بس میگی من چه غلطی بکنم بابا؟ خب میوه فروشای دیگه چیکارش میکنن؟ ارزونش که همه رو ببرن دیگه رو هوا. نمیبرن علی آقا. سویچو بده من با این بلنگو همه رو نیم ساعته تو همین کوچه وسط آب میکنم. راست میگه دیگه. آقا من اصلا همه این بارتو میخرم. چند رو هم؟ یعنی میخوای بگی من اندازه تو ارزه ندارم؟ دیگه من حرف نزنم بهتره. خب اگه داشتی که روزگارمون این نبود که. بابا این بد مصب بلنگو خراب شد وگرنه هندوانه ها همه فروخته شده بود خانوم. خدا منو مرگ بده از دست تو مرد. حالا من جواب این یارو رو چی بدم؟ امانت پیش من گذاشته بود اینو. بابا با یه مشتری دعوام شد، مشتری زد سیمشو پاره کرد. غلط کرد. خب میخواستی بری پولش رو ازش بگیری. از پسش بر نیومدم خانوم. چی داری میگی؟ خدایا منو مرگ بده از دست این مرد راحت کن. تو آخه با این سن و سالت خجالت نمیکشی این حرفا رو میزنی؟ بابا ازش ترسیدم. از چی چیش ترسیدی؟ هیکلش دوراش بود ترسیدم. اون بیست صاحب شده کلیدو بده من برده برم. میخواد کجا بری؟ چیکار میخواد بکنی؟ یا بری اون چی بره؟ ولش کن نایی. حرف نزن تو. بابا شهر درست نکن دیگه تموم شد. را بیا بری. را بیا نایی. بابا ولش کن اون در خرابه. بابا را بیا بری. بابا میخواد منم با اتون بیا. ولش کن نایی. چی ولش کن؟ سر بودو یه سینی و چاقو بردار بیار. بودو بودو درستشو سوا کنی ها. مثل اون دفعه بدمزه نباشه. ببینی خوبه. بودو تو بابا نیمده. این بگو خونش فقط کجاست؟ بابا این یه آدم محترمی آبرو ریزی دانن داشت. محترم بی محترم. خونش ببینم کجاست. خونش اینه. برو زنگ بزن. بس نایی تو حرف میزنی یا؟ برو به تو میگم زنگ بزن. میگم نایی خواهش میکنم تو حرف نزن. بابا من باعث شدم که سیبیلشو بزنه. آخه سیبیلش به چه درد من میخوره؟ من فردا جواب خانم صرافی رو چی بدم؟ این پیش من امانت بود این بلنگو. بابا بلنگو رو درست میکنیم. داد نزن آبرو ریزی نکن بابا. نکن. به این زودی در اومد؟ چی رو میگی؟ سیبیلا. خب دیگه رشدش خوبه. چی میریزی پاش؟ کود میریزی؟ حرف دهنتو بفهمو. تو واسه چی سیبی بلنگوش برای من قطع کردی؟ آره واسه چی؟ ها؟ آره کوچولو بیا بیرون. من؟ کوچولو کیه اینجا؟ من بیا بیرون؟ رفتی بزرگترت آوردی؟ خب بچه جوابشو نمیدی؟ نایید جوابشو بده. نایید بیا این بر. بیا این بر تا من به این آقا تفتیم کنم کی گنده است کی کوچولوه. بشین بریم بابا. همچی میزنن تو سرت بشه اینا ها تعدیگا. تو بزنی؟ غلط میکنی که بزنی. بی خود کرد. مگه شهر هرته؟ مملکت قانون داره. داداشی؟ اه؟ داداشی؟ چیه؟ اینه. چی شده؟ هیچی بارو تو سرما میخوری. خب باش. آخه تو مردی؟ این چه حرفی تو به مردم میزنی آخه؟ خانم شما اصلا خودتون ناراحت نکنید. من این آدمو خیلی خوب میشناسم. خیلی زبون نفهمه. حالا گیریم که زبون نفهم باید سرشو کلا بذاری؟ کدوم کلا؟ همین که یه کاری کردی من فکر کنم سیبیلتو زدی. الکی حرف نزن مرد. من میگم چرا سیم بلنگو شوهر منو قطع کردی؟ فهمیدی؟ من؟ نه من.
عجب رو تو برم بابا. برو پی کارت، برو خدا رو تو جای دیگه بده، برو با سلامت. کجا داری میری؟ آقا خواهش میکنم، آقا بذار بره. آقا یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه. عجب آدم پررویی ها. آقا خواهش میکنم ازت، میگم در آقا پام کن بالا. باشه گذاشی نه. آقا من همسایه ها این مردم کمک کنی شوهرم کشتن. آقا بیا کمک کن شوهرم کشتن. چرا بایستی نگاه میکنی؟ خانم سرسده ها چیه؟ ما تو همسایه آبرو داریم. پول بلنگو رو میدی یا برم مامور بیارم برام؟ من از مامور میترسونی؟ برو هر کی دلت میخواد بیار، برو بیکاره. برو بیکاره. الان بهت میگم، الان بهت میگم. من کجا نایب میری؟ میرم کلانتری مامور بردارم بیارم. بذار منم بیام دیگه. چی شد حالا پات؟ خدا الهی من مرگ و در دست تو، من چیکار کنم آخر دست تو؟ گفتم نیا نایب. بسه باشو ببینم گفتم نیا. هی بسده به یاری میگی سیبیلو تو زدی، سیبیلو تو نزدی، برو بالا ببینم. زود باش. آقا پام شکست نایی. آبیت ببینم. اونجا چرا بایستدی؟ بیا باری کنار. دبقیه که میخوای بری زیر ماشین، باری کنار. با تو هم برو کنار. میخنده برای باید. آقا یه دقیقه بیا پایین کارتون. چیکار داری؟ شربت داری. آقا اون یکی رو دست نزنینا، تشکل اون زنبه این دست بزنیم. اومدم. خیلی خوب گل میزنه. آره خسته نباشید. عمرم. حالا میریم سر اصل مطلب. وای بچه بسته دیگه، من دارم میتتم. او چیچی بسته؟ بعد از عمری وقت دیگه برده یه شیکمی از رزه در داریم. بخور بیا. بود جهان خوشگل و حیدون انگیزه. بیا سر نمیتونم دیگه. چرا؟ خب بودو دستشوی برگرد بخور. بودو صدا چیه؟ بوم بهش خوب پشت تلفن رو بردار. مرتبی خود باشو بردار. تو کاره من برو بردار. ببین ایشالا. من خوابم و آلو شما؟ سلام خاله جون. بله ما خوبی، شما حالتون خوبه؟ جنسشون آقا اصلا مامان و بابا رفتن قرم بزن رفتن همین پارک بغل قدم بزنن. شما اگر پیغامی دارین بگی من بهشون میگم. آدرس ما رو که یادتون نرفته؟ آخه گفتم خیلی وقت نیومدین، شاید یادتون رفته باشه. خیلی خوب پس ما منتظریم. باشه خدافظ. خاله بود؟ میخوام بیرم اینجا؟ آره صداشم خیلی مهربون بود. چی شد حالا بعد نوبت بوقو میخوام بیرم اینجا؟ چه میدونم؟ اصلا نمیان؟ نه اون که پاشو اینجا نمیذاره، خاله گفت تنهاست. خب زد سرسیان نهید مرتی که دوست. علی میگم پاشو اینا رو جمع کنیم. خاله اومد نگیره چقدر شلق در. یه فکرم برای اون بسه اون هندونه های حیات بکنیم. خالی به نار ببینه آبرون رفته. پشو بودو بودو. داداشی حل شد، بازم بده بخوری. خوردن تعطیله. برو دست راحت بشو. سهر خاله اومد هیچ حرفی راجع به هندونه و هندونه فروشی و شغل بابا اینا نمیزنی ها. برای چی؟ راست میگه، اگه زیر زبون تو کشیدم میگی بابا همون شغل قبلی ها. کدوم شغل قبلی؟ تو خط فرودگاه کار میکرد دیگه، مسافر کشی میکرد، یادت نیست؟ یعنی هندونه فروشی کلاسش از مسافر کشی کمتره؟ آره بابا جفتش دوتاش. برو حرف نزن. علی تو تن خوردی اون دیگه، ببخش قضای گوسفنده ها. ببخش بیا برو برو پاشین جمع کنیم. پاشم مامور برای چی؟ سر یه فرس پیاز که دعوارا نمیدازم. من هندونه فروشم نه پیاز فروش. آجا ما
بابا آخه این چه بعدشه؟ صبح هندونه، ظهر هندونه، شب هندونه، سرمون رفت اعصابمون رو خرد کرده بالا. عزیز دل من که مردم آزار نیستم بابا، من که مغازه ندارم، یه بار هندونه دارم، باید بیام تو کوچه داد بزنم چهار نفر متوجه بشن بیان هندونه های منو بخرن. خب این کارو نکنم از کجا بیارم نون زن بچه‌مو بدم؟ آقا حالا یعنی این درست میشه؟ این امانت دست ما ها؟ بله خواهر من، یه قطعی سیمی دارم درستش میکنم دیگه. چقدر عجولی شما. چشم دست درد نکنه، خواهرش منو درست میشه. همین آدمی که شما میبینین برای خودش روزگاری داشت. بله با باجناق شرکت داشت. چه شرکتی آقا؟ زدن به تیپ همدیگه و هیچ، شرکت رفت رو هوا. ناهید بابا اینایی که میگی چه ربطی به این بلنگو سیمش داره آخه؟ خیلی هم ربط داره، خوبم ربط داره. بله داشتم میگفتم آقا، تمام زارو زندگیمون رو فروختیم، آقا رفت یه دونه پیکان خرید. خیلی خوب دارم حرف میزنم دیگه. رفت پیکان خرید، تو رای فرودگاه کار میکرد، خیلی هم وضع اوضاعمون خوب بود. هیچی، یه دفعه زد به سرش، رفت پیکان فروخت، اومد این وانت رو خرید که باش کاسبی را بندازه. اینم وضع اوضاع کاسبی. تمام زندگی ما رو نگو. نداره، پیش میاد دیگه، یه الان درست میشه. فکر کنم دیگه درست شده باشه. یعنی یه آزمایش من بکنم. یه لحظه بذارید. الو الو، هندونه هندونه، این درست شد. یک دو سه، آزمایش میکنیم. دست درد نکنه. خیلی ممنون. خیلی ممنون. قربون دستت برم. ببخشید آقا، شما لوازم خانگی تعمیر میکنید؟ بله بله. این چیز سشوار نرگز رو بگیم بیاد درست کنه. نه؟ شوخی کردیم. اصلا نداره، خواهش میکنم. شوخی کردیم. یه دعوا نکنید. درست نیست. در همسایه بذار آسایش داشته باشه، آرامش داشته باشه. حاج آقا شربت خودتون میل نمیکنی؟ پیشواز رفتم. روز پیشواز ما رمزون، خوش به سعادتتون باشه. نرگس. بله. اون رخت و لباسا رو ول کن، یه فکری بالای هندونه‌ها بکنی. فکر نداره که. یه حسیری پتو یه چیزی بنداز روش دیگه، زود باش تو همه. بابا خاله رو من نمی‌شناسی، بیا تو همه جا رو سرک می‌کشه. بذاری تو حوض. خب سرک بکشه. اصلا هیچی ننداز روش بذار ببینه. ببینه؟ بله. همین جوریش خان نسونه جنوس خانم ما رو آدم حساب نمی‌کنه. دیگه چه برسن؟ بفهمن بابای ما هندونه فروش هم شده. صح؟ بدو برو تو یه چیزی بیار، یه حوله یه پتو یه چیزی بدو. علی آقا برای شما فرقی نداره که باباتون هندونه فروش باشه یا این که تو خط فرودگاه کار کنه. خاله نسرین میدونه دخترشو به کی بده، به تو یکی نمیده. چرا نده؟ برای اینکه دهنت بویه شیر میده. شعبارشو نمیده بکشه بالا. حرف نزن دختر زش. من نمیگم، بابا میگه. ای سهر، آدم با داداش بزرگش اینجوری حرف میزنه؟ بیادب، مؤدب باش. اگر که تو اینو تربیت کنی، این کم جیش بی تربیته. البته یه موضوع دیگه هم هست، دماغش هم نمیتونه بکشه بالا. اگه یه بلایی سر تو بیاد من چه خاکی به سرم کنم؟ آقا ماشاءالله داری خجالت هم میدی؟ میدونی اگر این عشق دو طرفه نبود تا حالا زندگیمون دووم پیدا نمیکرد؟ نایی یادم که اون روز اومد بودم روزگاری، خوشحال بودم که میخواستم با تو ازدواج بکنم. هیداد بیداد، هیداد بیداد، مثل این که همین دیروز بود آقا ماشاءالله. خلاصه نایی با این همه سال زندگی با تو، هنوز این روزهای اول نامزدی دلم برات یه ذره میشه. چون ماشاءالله راست میگی؟ ماشاءالله بمیره انشاءالله. وای خدا نکنه، این چه حرفی میزنی آخه؟ شرا نکنه نایی جون، ایشالله ماشالله بمیره از دستش راحت بشی. باز تو خودتو لوس کردی برای من. نایی شیشه رو بده بالا، مثل اینکه صدامونو دارم میشنوه. سلام خواه، داغون کردی خاله؟ که چیزی نیست، جراحی کردم. مبارکتون باشه، بهتون میام. خیلی ممنون. ماشالله تو چه بزرگ شدی علی. دیگه بزرگ میشین دیگه، روزگاره. آها
تنها اومدی خاله؟ من قرار با کی بیام؟ اصلان آقا و جینوس خانوم و اینا رو نگو. هنوز شیطون موندی. ماما اینا اومدن؟ ماما اینا بله میان دیگه. الان میان. شما تشریف بیارین تو میان. این بو چیه؟ بو هندونه. هندونه از کجا؟ مالا همین مالا یه همسایه بغلیمونه، درخت هندونه کاشتن، باد که میزنه بوش میاد اینجا. پیاده اومدی خاله؟ نخه با ماشین. کدوم ماشینتون؟ اینها. بله بله بفرمایید تو. خوب چه دم در وایسادین؟ ببین این سویچه بگی جان. بله یه جعبه شیرینی تو ماشینه، زحمت بکش بیار بالا. باشه چش. بفرمایید توی شما. بچه‌ها هستن دیگه جان؟ بچه‌ها هستن. بله یالا بفرمایید. جا باشه چشم. یارتون راحت باشه. بفرمایید تو. چقدرم بینیتون خوشگل شده، خوش باله. راست میگی؟ تازه دکتر گفته یه سال تون میشه تا حسابی جا بیافته. چقدر عالی. خب شما تشریف داشته باشی، من الان میام. سهر جو پیش خاله باش، تنها نباشم. سهر حالت خوبه؟ عزیز خاله نرگس جانم. چیه خاله؟ نرگس. چیه عزیز؟ نرگس. سلام علیکم. حالا شما چطوره؟ مامان گفت بیام شیرینی بردارم. ببخشید دیگه مزاحم شدم. خب شما خوب هستین؟ ممنونم، منم خوبم. خیلی ماشین قشنگی دارین ها. بله با اجازهتون. ببخشید من مال شما سینک میذارم سر جاش. خدافظ. خاله جون واقعا خوش اومدی. زحمت نکش خاله، بی بشی. خواهش میکنم، چه زحمتی. بفرمایید شما. بفرمایید بشینید. بفرمایید دست درد نکنه. شرمنده خاله جون، ببخشید. میخواین اونور بشینی؟ نه عزیزی دل، قربونت برم، اشکالی نداره، راحتم. میدونی من کی تاره شما رو ندیدم؟ بله آخرین بار تولد جینوس بود. آره راست میگی، تولد 10 سالگی جینوس. یادم یه روسری هم براشون کادو آورده بودی. بله که موقع برگشتن دیدیم شما روسری رو انداختین تو سطل زباله دم در. چه قشقرقی اون شب بابات به پا کرد. خب اگه شما روسری رو نمینداختین دم در ما نمیدیدیم، این همه سال رفت آمدمون قد نمیشون. ببین نرگس جون، تقصیر باباته. یه دنده است، لجبازه. اصلاً هر بدی داشته باشه یه خوبی داره، فامیل دوسته. ببین با این که از دست بابا دل خوره به خاطر همون ماجرای شراکتش، ولی همیشه میگه ماشالله خودیه، بیگانه که نیست. باید زیر پروبالشو بگیری. بابای من مگه پروبال داره؟ تو چه بامزه‌ای خاله. بفرمایید خاله. خاله افتاد. دست درد نکنه. خوب کار کردی شیرینی خریدی. پولم کجا بود؟ خاله خرید اینو. خاله جون دست شما درد نکنه، افتادین تو زحمت. علی جان اگه دوست داری برو با ماشین یه چرخی بزن. باشه. ای. نه مگه ما ماشین ندیده ایم؟ ولی به هر حال چون شما میگی چشم، یه دورو میزنم. دنده‌هاشو بلدی؟ آره بابا اینه ماشین خودمونه، فرقی نمیکنه که. بابا تنوس همون پیکانه رو داره؟ بله بله تو همون خط فرودگام کار میکنه. بله. با همون پیکان قرازه. نه بابا اونو که خیلی وقت کی بود فروختیم، الان یه پژو صفر خریده توپول. پس وضع بابات خیلی خوب شده که دیگه به ما فقیر بیچاره سر نمیزنه. تازه خیلی هم هندونه داریم.
راستی نرگس جون، این بوی هندونه چی از خونتون میاد؟ تو باغچه‌تون هندونه کاشتین؟ نه، مصرف روزانه‌مون رفته بالا. ماشاءالله مصرف روزانه هندونه‌تون خیلی بالاست. این همه هندونه گوشه حیاط؟ جواب میده دیگه. آها، این هندونه‌های تو حیاطو میگین که زیر پتوئه؟ آره آره. نیستین همسایه بغلیمون آقای هندونه فروشه بعد حیاط ندارن؟ اینی که اونا از حیاط ما استفاده میکنن. اینا از همون هندونه هاست؟ آره بخوری، موردی نداره. اجازه گرفتین از همسایتون؟ اجازه نمیخواد که. حالا این تمامو در همسایه رو میبینی، همه به گردن بابای ما حق دارن، از بس که بابا واسه اینا کار انجام میده. خیلی خوب دیگه. واسه یکی جهاز، واسه یکی خونه. بفرمایین، بفرمایین. پس وضع باباتون خیلی خوب شده. اوضاع خوبه. شما بفرمایین. میگم خاله، آقا اصلان اینا چطورن؟ آقا اصلان یا دخترش؟ هر دو تاشون. مامانم میگه علی هنوز نمیتونه شباشو بکشه بالا. دروغ میگه خاله جان. بچه هست دیگه، تربیت نشده. نگاه کن ماشینو گذاشته دم خونه مردم. رژا 206 مال کیه؟ نایت بیا برو خونه احمدی زنگ بزن ببینم شاید مال مهموناش بشه. فکر نمی کنم مال اینا باشه. رژا حالا ایرادی داره همین گوشه بذاری ماشینو؟ بابا ماشینو میخوام بذارم دم در هندبونا رو خالی کنیم تو حیات. عجب مردم آزار هستن بعضی. بابا مالک پژوی برنگ آلمالویی به شماره شهروانی 961 قاف 45 تهران 14 ارکد ارکد که آقا ارکد کن. اینقدر صداتو بلند پژو 206 چقدر صداتو بلند میکنی در همسایه خوابن؟ آقا کوچه به این بزرگی درست عد گذاشتی جلوی در خونه مردم؟ اونم با منظر آقای ماشالله خواهی هزار تا بدبختی و گرفتاری داره. آقا ارکد کن. ماشالله مالک پژو 206 ماشالله. خب یه دقیقه هولش بده بره جلو، چقدر دادی بیداد داره. خانم من جون هول دادن ندارم آخه. مالک پژو اگه ماشینتون رو نهید از جا ببری پنچرش میکنم. مالک پژو 206 بیا ماشینتو از دم خونه مردم بردار. اینا دیگه از دم دهنت بردار، یه دفعه گفتی شنیدن. ای آقا این لگنتو بردار از دم خونه مردم. به به آقا ماشالله. سلام نسرین جون، حالت چطوره؟ خب خبر میدادی یه گاوی گوسفندی برات میکشتم، قربونت برم. چه عجب، خیلی خوش اومدی. بیا علی جون این سویچو بگی. جانم چشم. این ماشینو ببر اون ور پارک کن تا بابات پنچرش نکرده. تو گذاشتیش اینجا؟ بله گذاشتم که بچه ها بدونم مال ماست، خط و خشی چیزی وارد نکنن. ببخشید نسرین خانم، ماشین مال شماست؟ مال شماست، قابل شما رو نداره. مبارکه. نسرین جون بریم تو، چه دم در وایسادی؟ بریم. میام. به به مبارکه. خیلی ممنون. راستی نرگس جون مامان و بابا با ماشین میرن پارک پیاده روی؟ نه خاله، نه با این ماشین مال همسایه بغلی یا همپاره رو. بابا چیکارش داشتی؟ همسایه بغلی چیه پسر؟ ماشین مال خودمونه نسرین خانم، قابل نداره. مبارکتون باشه. خیلی ممنون. چه هندونه های درشتی. میگم آقا ماشاءالله این یارو که واسه ما میوه میاره ها اصلا میوهاش خوب نیست. شما آدرس خونه ما رو که دارین، هفته یکی دو مرتبه بیاین تو کوچه ما، مردم از وانتیا خیلی بهتر میوه میخرن و تا مغازه دارا، به شرطی که میوهاتون خوب باشه. چش اتفاقا ما از خود میدون یه راز میوه برمیداریم میاریم. ببینم صبح بهتره یا بعد از ظهر بیام؟ نه صبح بهتره، مردم خریدشون صبح میکنن. حتما. نسرین جون آقا ماشاءالله بعضی اوقات برای تفریح با ماشین میرن بیرون، هندونه اینا میفروشن. در از کارمند فرودگاه است، اونجا کار میکنه. چه خلبانه بابا، تیاره میپرونه. بله خواهر جون مگه چه عیبی داره؟ هندونه فروشی هم خوبه. ماشاءالله آقا ماشاءالله همه فن حریفه. خواهش میکنم. حالا بفرمایید تو اینجا. بله بفرمایید تو. خواهش میکنم. آه چه بلندگوی بامزه ای. بله اینم میکروفونشه، میخواد صحبت کنی؟ مامان بابا
خاله جون بعد از مدت ها تشریف آوردن، نمیتونیم تو کوچه ازشون پذیرایی کنیم که بفهمید. بله بله بفهمید، اینجا خوب نیست. شما بفرمایید معلم. بیا تو بفرمایید. پسر چرا نگفتی که اینجاست؟ خب چیکار کنم؟ به موبایل زنگ بزنم یا پیغامگیرت یا منشید؟ حالا چی میخواد؟ من چه میدونم چی میخواد؟ خیلی خوب، مواظب این هندوانه ها باش تا من بیام. به من چی مگه؟ من بیه پام؟ مواظبش باش. با من میخوام بیام تو. پسر میخوای بیای تو چیکار آخه؟ خب شما میخوای بری تو چیکار؟ خاله اومده من؟ حالا یه کار به تو گفتم، مواظب هندوانه ها باش نبرم. کیلو چنده؟ جون درست صحبت کن بچه. ببخشید مادر، چی شده؟ اینا رو رسیده است؟ اینا فروشی نیست مادر، اینا رو ما میخوریم، مصرف روزانه مونه. یه کوچیکش رو سوا کن بکش ببین چقدر میشه پولش، حساب و کتاب کن پولش رو بیارم در خونه بدم. من الان پول همرام نیست. فداش سرتون، مهم نیست پولش. میگم اینا فروشی نیست، اینا رو ما میخوریم، مصرف روزانه مونه. کجا میری مادر؟ میرم با بابات صحبت کنم. بابا رو چی کار دارین؟ تشریف بیارید، من خودم راهنماییتون میکنم. بابا مهمون خارجی داره، ماشینش رو نگاه کنید بفرمایید. صد دفعه بهش گفتم مرد این کار زشته، به درد تو نمیخوره، گوش نکرد که نکرد. مگه چی شده؟ هیچی. حالا بعد تا عمرم دارم گوشه کنایه های خالت رو بذارم روی این دل واموندم و حرف بزنم. مگه ما برای خالمون زندگی میکنی؟ قربونت، از گل بهتر قزنفر. تو هم که یک قرون به فکر آبروی آدم نیستی. مگه آبرو به این چیزاست؟ پس به چیه؟ هیچی هم که تو خونه ندارم بذارم جلوش. یه وانت هندونه دیگه چی میخواد؟ حالا چرا مانتو تو در نمیاری؟ وقت کردم من مانتو مدررم. هرس میخوری؟ مگه دم کشید داری؟ دم کشیده دیگه. نمیتونم، سنگینه. علی آقا، علی آقا میای کمکم کنی؟ علی آقا با شما؟ مادر اینو چرا دست دادی؟ چی میخواد؟ اینو، این هندونه رو. این خوبه؟ ببینم. نه، اینم به درد نمیخوره. مادر مطمئنی هندونه میخوای؟ گیلاس میلاس نمیخوای؟ خب خیلی خوش اومدی نسرین خانوم. لااقل خبر میدادین که داریم میایین، یه شام ناری در خدمت شما بودیم. وقت زیاده آقا ماشاءالله، انقدر از این نهار شما داره هم بخوریم. منم از خدا میخوام. والا از موقعی که این کدورت بین دوتا باجنا افتاده خیلی ناراحتم. خب میخوام بیام اونجا ولی خب نمیشه. خیلی که دیگه دلم تنگ میشه عکس تو اوژینوسو میگیرم کلی نگاه میکنم و چی بگم؟ الهی قربونت برم. ماما الهی من قربون اوژینوس برم. آخه اتفاقا جینوس هم دیگه داره میره کم کم. ای به سلامتی، داره میره خونه شوهر؟ نه من کی گفتم میخواد شوهر کنه، میخواد بره اروپا. خب به سلامتی انشالله. این چنگال چقدر کثیفه، بدید براتون بشورم. آره داره با همه خداحافظی میکنه، میخواد بره اونجا موندگار بشه. آخه تفلی تفلی. چرا تفلی، از خداش هم باشه. پس علی چی؟ علی کیه؟ علی خودمون اگه جینوس بده. خیلی خوب، برو ببین علی کجا، صداش کن بیاد. کجا بره؟ بیا اینجا بشین دختر. بگی بشین، علی بیرون کار داره خانوم. ننه حالت چطوره؟ خوبی؟ از ما که ناراحت نیستی، جوونیم دیگه. چیزی بده کردی؟ آبا همش کاله دیگه، بگردی خوبم توشون هست. ببین من ننه باید تا اینجا یه کار مهم دارم، یه تو که پا زودی برمیگردم. خب حواست به اینا باشه و من زودی الان برمیگردم. صبر کن ببینم اگه مشتری اومد چی؟ مشتری اومد بفروش دیگه، یه کاری بکن. چه دیگه بفروشم؟ کیلو چند؟ کیلو صد بفروش شما، در همه.
خب باشه. مرسی. حالا که قرنیسیم فردا شب شام همه تو خونه ما دعوتی. نه نه مزاحم نمیشیم. خیلی ممنون. آقا ماشاءالله. چه مزاحمتی. یه 10 دقیقه میخواییم دوره هم باشیم. زشته تو فک و فامیل. اون وقت فکر میکنن شما دوتا با هم قریم. تازه اگه شما با هم مشکلی داریم ما چه گناهی کردیم؟ راست میگه آقا ماشاءالله. بریم دیگه. خانوم من خوشم نمیاد. چون ناهید. خیلی خوب پس تموم شد. فردا شب شام همه خونه ما. میان نسرین جون میان. بفرمایید درشون سر. میگم راستی من فردا شب یه جایی قرار دارم. دیگه بهونه نیارین آقا ماشاءالله. من از اون کله شهر پاشادم اومدم اینجا رسما از شما دعوت کنم. اگه نیاینا نه من نه شما. خودتونم میدونین من برای هیچ کسی این کارو نمیکنم. نازنین خانم مگه فرقی میکنه؟ حالا شما تشریف بیارین. چون فرقی نمیکنه شما بیاین. ما میایم نازنین جون ما میایم. میریم دیگه. نایید نایید خانوم یه دقیقه بیا نایید اینجام بابا چی؟ پنجره قطر تو واسه چی تو اومدی تو حیات وایستادی؟ میگم خانوم بی خود قرار مدار نذار من پامو خونه اینا نمیذارم آخه واسه چی؟ واسه اینکه پامو نمیذارم خونه شون همین خانوم ای بابا زشته بیا لاغل 2 دقیقه بشین تو بعدم با هم دیگه صحبت میکنیم ناهید ببین چی بهت میگم من اصلا خوشم ناهید 150 تومن این کی؟ 150 تومن پولشو بده پولشو بده خیلی خوب بده من یه پایی بهت میکشمه علی میکشمه بابا خرمنه نکشته هامون چشمه نگو